نرگس چشم مست تو را سیر و بادام کنم، آنقدر گرد تو گردم تا تو را آرام کنم. شب نالم شب دلگیر نالم شب ها نالم، شب نالم شب دلگیر نالم شب ها نالم. ما دکتر ایوانات هستم از قبیل خرگوش، خارپشتک، موش، کرموش، خورماموش. بی بی ملکه در کارهای ما مداخله نکن. ای که من کجا میرم، چرا میرم، چی میکنم با تو ارتباط نداره. ما تا مادر ما وقت ندادیم که در کارهای ما مداخله کنه، فهمیدی؟ خب ای وسط نامه به نظر تو غیر قانونی است؟ ای تو چطور گفته میدونی که جایداد تمامش از پدر توست؟ چون صلاحیت عام تا ما دارن. اگر تو بگویی که در او تا وکس است، کدام احمد تا پیشانیتونه میماره؟ اگر تو از سر انواری وکس بیاری به سر ما بمالی، کدام احمق مانی تو میشه؟ دلبرک لب شکر، دخترک دیاتی، مقبولک موکمر، دخترک دیاتی. دلبرک لب شکر، دخترک دیاتی، مقبولک موکمر، دخترک دیاتی. صداقت و امانتداری را مردم از تو بیاموزه. شما انسانی بلکه یک فرشته هستین. من نمیفهم با کدام زبان از شما تشکری کنم. خوزک، خیال دستور چیست؟ کسی که میمان مرا از خانه ما ببره طالب دنیا نامده. الاخه دیگه بایی چوچه برغا والا که بامن وشتم دی وشتم دی کنی ولی که دی پریدم بس بلیاز خدا چی حالا نختن شما تام کد مردم قریه با جنگ میری؟ مجبور استیم که دین وطن ادا کنیم. اندی والا بسیار کار خوب کنی. اگر ما و شما یک دست و یک پارچه باشیم هیچ قدرت نمیتونه که بالای ما حکومت کنه. من بنده آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. من بنده آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. به زور از خدا نمیگم اگه گرفتن کورم خدا نجات بده.
تا که جان در تن است یا وطن است یا کفن است. هر کسی که چشم بد در ملک ما داشته باشه چشم شمه کشا. من وطنی تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چی کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی می وی شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا معلوم نیست کسی طفلک اینجا مانده و خودش رفته اینی خطم به نام شما سود مانده طفلک اینجا مانده باشه اوزن خودش چی شد؟ بسه نمیفهم ما ندیدیم این طفل مواظبش باش خوشه مزود پس میاد بچشم Thank you.
ای دل مرا سوی خطر گر می روی لرزان مباش گر می روی
یک سمی بینی؟ اینه میشناسی؟ این خود نادیه هست؟ بله آه، این نادیه هست. تو میفهمی که نادیه خواهر ما بود. بعد از تلاش زیاد پرسپال کردم که امرای تو زندگی میکد. راست است؟ آه، این راست است. تو مسئول قتل خوارم هستی. تو اشتباه میکنی. من در بسیار حالت خراب رو پناه دادم. من اله کن. من کل گفت آورد میگم. او کسی را دوست داشت. او از معصومیت از او استفاده کرده با جوانی از او بازی کرد. وقتی که او مادر طفل از او میشد او را بالغت زده از خانه بیرون کرد. تو چی میگی؟ نادیه مادر میشد؟ من به خاطر زندگی کردن به او جای دادم. تمام مصرف از او را میدادم. یک روز من نمیفهمم او کجا رفت. من هرچی کوشش کردم پیدایش نکردم. جبار بگو که کیست؟ تو چی خواد کردی؟ او قاضی ظلمه است. قاضی باشه هر کی باشه دنیا را سرش تلخ میسازم. میفهمی آنه جبار؟ بعد از فهمیدن این مسئله تو هیچ چیز کرده نمیتونی. خوبی تو دهی خواد بود که این مسئله را فراموش کن. به خدا قسم کار بقیش بکنم که دنیا سرش تلخ شده. دنیا بیادر وقت پایوازی تمام است. کال مقال هم کدی واضحه پایوازی نمیدیمه. خلاف مقررات ما رفتار نکو. حرکت کن برو. آمر سر همه تو میشه. جبار به خدا اگه دروغ گفته بودی میکشومت. برو بیادر. بیادر وقت تلخ است. برو بخیر. قاضی صاحب محترم، محکمه در وقت و زمانش بالای جبارخان فیصله خود صادر کرده. جبارخان بر علاوه از حبس که داشت جریمه نقدی داره. هر زمانی که جریمه نقدی خود تاویل کرد در رهایش اقدام میگرده. قاضی صاحب محترم، این مبلغ جریمه ازی چند است؟ جریمه نقدی جبارخان مبلغ 80,000 افغانی. خیلی خوب، ما حاضر هستم که مبلغ 80,000 افغانی رو تاویل کنم. شما هر زمانی که تاویل کردین سارانوالی در روی از او اقدام می. تشکر بسیار زیاد. قاضی صاحب، جبار کدام قومی شما است؟ بله آه. او یک دوست بسیار صمیمی ما است و احسانهای زیاد بالای ما کده. حال ما می خواهیم که احسان از او را جبران کنم. دوست کی هستی که زمانت مرا کدی؟ جبار قاضی صاحب شما؟ ما بودم که زمانت تا کده بودم بخاطره که تو دیگه باید زنده نباشی. شیر بلیات خدا مرا که تعقیب میکنه از بین میبره. امو که رحم ما بریم از خانیتان. او بیده شما کیسین داخل خانی ما آمدین؟ مرا میکشه ای نامرد. بلیات خدا این نامرد مستحقمی قتل بود و باید کشته میشد. و بهتر همیست که در مورد از این قتل به کسی چیزی نگویی. بعد از این تو مرا نمیشناسی و من تو را. در غیر از او عاقبت تو همی رقم خواهد بود. فهمیدی؟ من هیچ وقت و به هیچ کس چیزی نمیگم. بلامر سای پولیس موسیقی
از بین رفته. شما چهره و قاتل با یاد دارین؟ ما او چهره را هیچ وقت فراموش کرده نمیتانم. سلام بینر شما. گوش کن، ما به خاطر یک معلم خانگی امرو یک دوستم صحبت کرده بودم. نام او چیست؟ به نام پری. بیادر شما او را دیدین؟ آه نه، ما خودم انتابال ندیدیه میشه. خودت پیش چیز برو سارانوار سای بمان و اونم او را امروید گرفته خانه ببر و کوشش کن که اگه اتاقه که خوب ببرش بیتی که در درسا امروی به نظیر جان کمک کنه. بچشم درست هست. خدا تشکر. خدا حافظ. خدا حافظ. خوشت آمد؟ بسیار مقبول است. پاپا جان سلام. و علیکم دخترک نازنینم. بیا بیا که بریم معلمه صاحب دارو خواهیم بیشین. معلمه صاحب بیا در زاده ایم است. بچه این معلمه صاحب از بر تو علف بیتر یاد میدن. بیا دخترکم. نه اول بر بچه آلگیر بتیم. دخترک مقبولم فعلا خونه آوردیم، باز برد میتم. خیر از قضارت. چرا چپ ماندی؟ او خو برادر کنانم هست. قاضی صاحب، مردم بسیار احترامش دارن. تو خو یک سلام هم برش نداری؟ سلام. و علیکم السلام. شما کدام مشکل خود ایجا نداری؟ این منو مصاحب هست. آمده بخاطر دست دادن مقبولک ما. برای دفتر مقبول خود بسیار چیزا آوردی. بیا کار کنیم. بیا در مقص کنیم. سلطان محمود کی بود؟ خو سلطان محمود غزنوی را میگی؟ او بسیار یک پادشاه بزرگ بود، همیشه لشکرکشی میکرد. او یک پادشاه عادل بود، با مردم هم محبت میکرد و مردم هم او را دوست داشت. معلم صاحب چقدر محبت میکرد؟ اما قدر محبت که من امرای تو میکنم. بخیر بریم خانه. حساب خاتم شده. معلم اصاب. حساب خانم نام شده میشه. پری، از خاطر تو من از وظیفه آمدم. تو در دل من بشنه بیم. آخرم تو میری؟ ببخشید پری جان. من یک معلم اصاب. دکتر نه. من برای درس دادن آمدیم. شما پیش یک دکتر برین که درد دل تانا دوا کنه. معلم اصفر، سی فراد خوشنودی. فراد هم یک غریب بود. غریب بود، مگم بسیار خوشنصیب. آیا ما میتونم خیلی خوشنصیب باشم؟ کاکا جان، فراد کیست؟ جان کاکاش، معلم اصفر برد نیه که فراد کیست. بی نظیر دخاره، بیا که بریم خانه. کاکای دیوانه شده. خوراک قند ما آدرس ام.
حقیقت تو هست. ایلم بده، دستای میلا کنه، کمک! ایلم بده، کمک! کمک! شما بسره پا مره به خاطر چی ها اون یه هیچ کسی نیست صدایی تو رو بشنوه. تیغ نزن، تلاش شوه، گاورده میشه. کمک! خیریت باشه بیادر، کی را کار داری؟ بیادر جان همینجا کلاهی مفتیده. کجاست کلاهی؟ اون کلاهی ما. اینه بیادر کلاهی. خیر ببینی آقا جان، کلاهی بادار. تو؟ نامر تو از قفا قروز نشن میدی؟ قندولک این روز بیخی مقبول شدی بیشه که براسانو میتر ظالم دگه دلبریایت کم بود که امروز لباس سرخ پوشیده مرا دیوانه ساختی شهید شدم پس بیشرف از خود خور مادر نداری که بارها سر رای مرا میگیری؟ واقعا نامر دستی که یک سیاسه را اردی در اینجا زندانی کردی چیخ بزن حال کاری باقی کنیم که از شرم روی تا با کس نشان داده نتانی باز چی میخوایی بیادن؟ کسی از ما کمک میخوایه بیره تو خواستی؟ نه یا میخوایی که با مثل ازی دختر میمان شوه تو کیستی دیگر؟ ما بسیار یک بنده خوردی و پروردگار هستم که با کمک سیاست آمدیم خوب گفتی گل گفتی تو برو در راهت ما را باندم راهی تو دیگر چه میخوایی؟ او بچه ما خوب پلو خوردن نامدیم ما خواستم که در خوبی شما را بفهمانم اما سیاست را اعلام کنین با خوبی تان است تو نفهمیدی ما را نصیحت میکنی؟ بچه ها نصیحتش کنه
بیاد داری؟ من جواب سوال خودم میخوام. آه بیاد دارم، مگر من جواب سوال شما رو دادن نمیتونم. بنیاد هر داستان به حقیقت استوار است، از گذشته ها تا به حال. حال یک داستان نو شروع میشه از ما و تو. شروع شده مگر ختم نداره. فری جان، فری آمر پلیس، من میخوام بفهمم که گناه ما چیست که ما اینجا آوردیم. بسیار چیک نزن، چیزی که هست سوال میکنم راست و درست جواب بده. نام چیست؟ نام ما سلطان است. چی کار میکنی؟ من یک کارمند دولت بودم، فعلا بیکار هستم. دمای گذشته تاریخ 26 کجا بودی؟ آمر پلیس، من در تاریخ 26 در خانه خود بودم. او در پالوی خانه تو کشته شده. آمری پلیس، این گپا با من چی ارتباط داره که من را دوزه خواستی؟ تو پلان کشتن از او را داشتی. کشتن؟ من؟ کیرم؟ جبارا. آمر صاحب، جبار کشته شده؟ مگم چه وقت؟ فردای امون روزه که تو با دیدن از او محبس رفته بودی. شما چی میگین؟ ما او را نکشتیم، شما اشتباه میکنیم. ای بسیار زود معلوم خواهد شد. منتظر او کس هستیم که در پیشوی نظر از او این قتل صورت گرفته بود. مامان صاحب، ای را ببرین و زمینی آوردن او شاید هم آماده بسازیم. شما رفته میتونم. دای بایک چی هست؟ دای بایک لباس هایم هست، من از اینجا میرم. چرا؟ کس تو را تکلیف داده؟ و یا ماشک برات داده میشه کم است؟ نه نه. پس چرا میخوایی بیری؟ بیبی دخترک میگه که تو را بسیار خوش داره و برادر همچنان از خودت بسیار زیاد تعریف میکنه. وقتی که کسی قدر انسان دوست داشته باشه اونا را نباید رها کده بیری. تو بدون رضایت ما مرا ساده کده نمیتونی. پش از سرای ما. یگانه کسی هستی که جرم مرا میفهمی. حال رفتن تو از این خانه برای ما بسیار خطرناک است. دوباره کوشش رفتن از اینجا نکنی. سلام علیکم کاکا. و علیکم السلام، خیرت باشه. کاکا جان، چند سال پیش همینجا خانم خودکشی کرده بود، به یادت هست؟ ها، از همین بالای کوه خود پایین انداخته و 5-6 سال پیش. کاکا جان، تو برای ما بگو، با جنازه چطور شد؟ وی چه معلوم نبود، کی بود؟ جنازه از او را پلیس گرفت رفت. خدا برکت بده قاضی ما را
جنازه و مراسم شو گرفت. قاضی صاحب، پوسخانه از اینجا چقدر را دور است؟ 15 دقیقه دوره. امیر خدا پوسخانه بندازیم. باش معلم صاحب، بچشم. نظام جان بخیر، این چی است؟ این خط معلم صاحب داده بو بر گفتم. ایره برای ما بده، من برات میرسم. ایره برام میبرم، ایره برام میرسونم، شما بفرمایید بریم بخیر. اجازه بده، من میبرم. معلم صاحب صبر کن. دیگه حق نداری که برای کس خط روی کنی و یا از خانه بروی. چرا؟ یه امر قاضی صاحب است. الف مد بی چی میشه؟ آم. او نخواره فهم که ما تو قبض شد قوضا ماما ما ایر از اوجا آوردم، فکر کردم که بسیار خورده است، از اون مکتبم کشیدمش در این مکتب نزدیک شاملش کردیم. مگم چرا؟ یه خود طفل است. ما دیگر را نداشتم، چرا که همیشه به خاطر از این تو تشویش میکدی و پریشان بودی، ولی آرام میشی. ساعت 3 بجه به خاطر رفتن به ماموریت پلیس آماده شد، چرا که راه بسیار دور است. ناصر؟ بله سم. کلیر مرا موتر ما میبرم، تو دم یولی باش. بچه شمس شما در پیش روی بشینید. ناصر؟ بله سر. یه تفنگچه را بگی. باشه. ساعت 6 بجه پکس اگه ما نرسیدیم خواره زیر شوت کو. اطاعت میشه. قاضی سر؟ آه سر وقت رسیدیم نه؟ ساعت هم 3 بجه و شاهد هم حاضر است. وقتی که همراه خود قاضی صاحب شاهد بیارن سوال دیر کردن پیدا نمیشه. لطفا میشین قاضی صاحب، شما همراه ما بیارن. برین خانم، احساساتی نشین، به خاطر از این که مسئله مرگ زندگی کسی است. ساعت 6 بجه فکس اگه ما نرسیدیم خوار زیر شوش بود. هدف مهی است که در شناخت قاتل اشتباه نکنیم. اینا را ببین، بگو در بین قاتل کیست. ترس نخو، دقت کن ببین قاتل کیست. ما گفتم نه در بین از یا نیست. ما او چیره را هیچ وقت فراموش کده نمیتارم. بفهم این چیم چطور شد؟ سر درک قاتل پیدا شد؟ نه بیادر، سر کسایی که شک داشتیم و قاتل فکر میکنیم اونا نبودن. شما باشین، من میرم لباسه خود تبدیل کرده پس میم، میرم ایوان چکر خریداری ها میکنم. ببینیم، قبل شش باشه باید خانه بریم، دخترها در خانه تناسن گریان میکنن، من رفتم. پرویز، من فکر میکنم که خودت تنها خریداری کنی، چرا که خانم به خاطر دخترها پریشان است. رفتیم. میریم دیگه. بریم خداحافظ.
برین. را بسیار درستم. من پیشان ازر میکنم بلی از خدا. تیز رفتاری باعث تکر و یا چپه شدن موتر میشه. تکر چپه؟ اگه شش بجه شب او دلیور خورم با مرمی میزنم. چهار گروه جنایتکاران از مرکز و برخی ولایت‌ها گرفتار شدند. آلیس. استعفای مس. من از اینجا میرم. من دیگه اینجا کار نمی‌کنم. من استعفا میدم. مگر چرا؟ آخر چی گپ شده؟ که یک بار رفته می‌شدی. اینا استعفای دادن پاره کنم. چی که میکنی؟ ما میرم هم سفر زندگی من پیدا میکنم. بریم، هر قسم که مایل کنی هست، مگر آیا که بدگام تمام دنیا رو که بگیر بینیم مثل من پیدا کرده نمیتونی. من فکر کنم تو میفهمی، من رفتم وقت ندارم. جان، تو رو میگم. جانا، تو رو میگم. جان تو رو میگم، جانان تو رو میگم، دل بردی ز دستم، دل بر تو رو میگم. جان تو رو میگم، جانان تو رو میگم، دل بردی ز دستم، دل بر تو رو میگم.
از دل بر تو را میگم، جان تو را میگم، جانان تو را میگم، دل بردی ز دستم، دل بر تو را میگم، جان تو را میگم، جانان تو را میگم، دل بردی ز دستم، دل بر تو را میگم، جان تو را میگم، جانان تو را میگم، دل بردی ز دستم، دل بر تو را میگم. شما به خیال ما میره میپلین و ما شما را تشکر. صبر کنین، ما میخواییم شما را کمک کنم. شما کیستیم که ما را کمک میکنین؟ ما همشه کاری و ظالم هستم که آزادی تو را گرفته و تو را قید کرده. شما در مورد ما چی میفهمین؟ هیچ چیزه، لیکن ما میخواییم که بفهمم که تو واره دختر فامیده و رسیده چطور نوکرید یک احمق میکنه. مردم خور فرشته فکر میکنه. تو نمیفهمی، او یک شیطان در چهره انسان است. من میفهمم. چی نمیفهمین؟ من گفته نمیتونم. چرا گفته نمیتونی؟ به خاطر او یک وکیل است، ثروتمند است. می من زبان خدا باز کنه نمیتونم. چرا که من زبان خدا باز کنم او مرا تباه میکنه. پس او دشمن انسان و انسانیت است. ها، او قاتل است، او قتل کده. او کی را به قتل رسانده؟ ما به چشمای خود دیدم، به نام جبار یک نفر را به قتل رسانده. جبار، پلیس تا حال پشتو قاتل میگرده. حالا من انتقام خودم میگیرم از تو قاضی. تو خدا چقدر بیگناه را به پای دار کشاندی. ماندن ولایت نیستم قاضی، تو صرف یک شاهدی بده. باز ما میفهمم که دقش چی کنم. من برخلاف اون شایدی دادا نمیتونم، چرا که زندگی خوارم در خطر است. شما فراموش کنین. نه ترس بی بی جان، من برای دواده میتونم که هیچ کاری کده نتونم. خانم، خانم هر روز تو را یاد میکنم، حتی روزوی دیدنت هم دخوا دارم. حالا بی تو زندگی مشکل شده. یک وقت مناسب دیده امروی برادر کرانم در مورد روسی گپ میزنم. ببین پرویز، ما میخواییم امروی تو گپ بزنم در باری خود ما. در باری خود ما؟ حالا تو باش با سبا برو. نه من مونده نمیتونم، رفتنم از ضروریست. چیزی را که میخواییم بگویم او هم ضروریست. سه دقیقه برفتنم مونده، حالا باید من برو. تو موازه با خود باش، خداحافظ. سلام. بکن نخور اگر سلاخ سلاخ میشه. آمری پلیس،
چرا لپته شدی؟ حق تو هم برسه. چیزی که من میخوایم و قانون میخوای شما داده نمیتونین. بگو چه میخوای که من برات بتم؟ من میخوایم که شما خود به قانون تسلیم کنین. آمری پلیس یرمانم اگم در گور ببری. ناصر بله این تفنگچه رو بگیر. ساعت 6 بجه فکس اگه ما نرسیدیم خواره زیر شوش تو سر یک سر یک سر باز ما میفهمم که دقیش چی کنیم باز ما میفهمم که دقیش چی کنیم دکتر صاحب چطور شد؟ تا سیبرش دیره بینه زایه کرده ده گروه خونشان چی هست؟ او من پیسه پرده اوی چقدر خوبی خو خونی ما هست خونی ما رو بگیده دیره بینه دیزارت ده هیچ پروا نداره هر قدر که باشه ما حاضر هستم به جا دادن ازی برای ما بسیار ضروری است فهم جمع ده نوی نواخ بجد سیده نزی تسیم نواخ تشکر دکتر قبل خوب شده انشاءالله در نسبت موز خدا خدا یا شکر من شما بسیار تشکر یک جان ممنون شما متاسم دیر زیاد من از تاسو بینی ورکول و سر دیو نفر زندگیت نجات ورکر تو بالا استراتو که دلتا شما تشویش مرا نکنین بخاطر از اینکه در خانه تفلا هم تنها هست ما باید برم تاسم دیر من نه از شما هم جان یک جان تشکر دیره. تشکر بسیار زیاد خدا حافظ کجا هستم؟ ما در شفاخانه؟
شما از این نفت ده بودین. آقا شما رو صبح قاضی سم داشته به خانه بردن. شما چی میگین دکتر صاحب؟ من هیچ باور کردن نمیتونم. او به خاطر نجات جان شما حاضر به تمام خون جان خود به شما بده. او یک فرشته است. سلام علیکم. و علیکم السلام. فری جان دکتر هدایت داده که حداقل شما باید 15 روز استراحت میکردید. من کاملا خوب هستم. بعد از اوش آمدم خواستم که یک بار شما رو ببینم. اما متاسفانه شما نامدین. مجبور شدم که خودم بیایم. خب بگوین کدام خدمت است؟ قاضی صاحب شما با دادن خونتان چرا جان مرا نجات دادین؟ من هم میخواهیم در این مورد بحث کنم. شما به اتاقتان برین به خاطر که به استراحت سخت ضرورت دارین. صبر کنید. گیره بگیره ایو سند است که شما خانه تان پنج لک گرو کده بودیم. من او را خلاص کده و به نام خودتان براتان آوردیم. زمین، جایداد، خانه، پری جان تو یک چیز است که یک دفعه از دست رفت باز دوباره پس نمیاد. من اینقدر کوشش میکنم که خودم مطمئن بسازم. چیزی را که به چشمایم دیدیم او شما نه، کسی دیگی بودم. آه، او من بودم. اما این بدبختی من بود که خودت مرا در حال قتل کردن دیدی و من به خاطر خودت بسیار مشکلات ها را کشیدم. اگر خودت نمی دیدی دیگر هیچ کدام ثبوت وجود نداشت. شما چقدر یک انسان خوب هستین. چرا او را کشتین؟ فکر کن که مسئله شخصی من است. این مسئله شخصی شما بوده نمیتونم که به خاطر او کسی را شما به قتل برسانیم. بیچاره، مجبور و تو چی معلوم است که چرا هم یک انسان رذیل و احسان فراموش بود. او حق زنده بودن نداشت. او باید کشته میشد. حق فیصله را قانون دارم، محکمه دارم و شما خودتان هم یک قاضی بزرگ هستین. چطور اشتباه را کردین؟ فکر کن که من از او انتقام گرفتم. او تو گناهی کده بود که مستلزم ابی جزا بود. صرف شما میدانستین؟ قانون نه، محکمه نه. آقا، من شما را به چشمه خود در عین قتل کردن دیدم و من حق دارم که شما بپرسم که چرا او بیچاره را به قتل رسانید. اگه میخوایی که بفهمی که ما چرا اون نامرد را کشتیم پس پیشی و گوش کن. شش سال قبل ما او را ملاقات کردم. او به دفتر ما آمد. تنها در یک مصیبت گرفتار بود. پول فیسه نداشت. اولین ملاقات ما با نادیه در دفتر ما بود. آن وقت ما یک وکیل بودم. او انگشتری خود را که نشانی پدرش بود برایم به خاطر پیش برده دعوا داد. وکیل صاحب شما به هر شکل که میشه ای دعوا را باید ببرین. اگر نیمه چهره من به بیادرم نشان داده نمیتونم. او بسیار پریشان بود. زمینشان را که جایداد پدریش بود کسی با اسناد جعلی گرفته بود. نزد او پول نبود که دعوا را پیش ببرد. برادر بزرگ او در اردو وظیفه داشت و به جبل رفته بود و کسی نبود که او را کمک کند. من دوسیه او را به دست گرفتم. چون طرف مقابل اسناد قوی نداشت متانستم که با آسانی جایداد او را از نزد طرف مقابل خلاص کنم. قباله و انگشتری او را واپس کردم. من از او خداحافظی کردم و نزدیک موتر خود که رسیدم در خورده به او نگاه کردم. او خاموشانه به من می دید. من فکر کردم که شاید این آخرین ملاقات ما باشد. وقتی که به هوش آمدم در جمله دکتران نادیه را دیدم و این حادثه نادیه را دوباره به من نزدیک ساخت. او وظیفه یک نرس داشت و شب و روز در خدمت ما بود. سلام پلیس. آقا جوار تو بیا بیا. چی حال داری؟ تشکر بفرمایید. من امروز خبر شدم. فعلا ساعت چطور است؟ یک کم اوار شده بودم. فعلا خوب هستم. قاضی صاحب شما خود بسیار به احتیاط دریوری میکردین. چی گپ شد که یاد سر رو خود داد؟
جوار جان، در زندگی دو چیز تصادفی رخ میده، یکی حادثه، دیگرش محبت. شما خو یا در محکمه باشین و یا در وکالت، برای محبت که چانس داریم؟ جوار جان، بعد از این کوشش میکنم که برای محبت همه وقت پیدا کنم. قاضی صاحب وقت دوایتان شده. دکتر صاحب، جبار جان دوست بسیار عزیزم و تا فکر کو که برادرم. بلکل غلط. ما یکی از احسانمند، قصدار و یکی بر من چقدر احسان کرده به شما گفتن نمیتونم. من هم احسانمند قاضی صاحب هستم. شما شکست نفسی میکنیم. ما هیچ احسان بالای کس نکردیم. این لطف شما است. فکر میکنم که فعلا وقت دوای شما است. من انشاءالله بعدا باز میبینم اتون. خدا حافظ. از شفاخانه که مرخص شدم او در دفتر ما آمد. سلام وکیل صاحب، شما مرا خواسته بودید؟ بله نادر جان، یک موضوع بود که میخواستم ابرای مطرح کنم. نفهمیدم چی موضوع؟ و پیشنهاد ازدواج را با او کردم.
چو پروانه بی پروا جان شیرین و فدای کنم هم چو پروانه بی پروا جان شیرین و فدای کنم هم شب شد که هوای کنم یادی از میر و وفای کنم هم چو بله بله سلام قاضی صاحب آه جوار جان سلام علیکم چه حال داری؟ صحتتان خوب است؟ قاضی صاحب صحت پدر شما خوب نیست فشار اونا بسیار بلند رفته هر قدر کوشش کردن همراه خود تماس بگیرن نتانستن به همین خاطر برای من زنگ زدن من کوشش میکنم که تا شام اوجا خود برسانم اما نمیفهم که نادیا جان چطور کنم او را تنها میجا مانده نمیتانم و برده هم نمیتانم آه شما فکر نادیا را نکنین من خود زود اونجا میرسانم خود درست است های شما میایین آه جوار جان مواظب نادیه باشین. تشکر خداحافظ. برم خداحافظ. ما ایران هستم که چطور تو رو تنها بانم. و از طرف دیگه صحت پدرم خوب نیست. ما تنها نیستم. چی میگی نادیه جان؟ بله ما تنها نیستم. این خبر شنیده میفهمی که ما چقدر خوش شدیم. بچه هست یا دختر؟ بعد از رفتن خودت به دیدن پدرت. ما دفتن مریض شدم. و جبار مرا به شفاخانه برد در بازگشت موتر دفتن خراب شد موتر از سلف زدن مانده و جبار پیشنهاد کرد که شب در خانه او که به مو نزدیکی ها بود بگذرانیم درست است جای بسیار خلوت بود و جبار مرا به اتاق خواب راهنمایی کرد من دو نقطه ضعف دارم یکی شراب و دوگام مقبولی من خانم رفیق تو هستم آیا تو میفهمی که تو چی میگی؟ آیا تو دیوانه شدی چطور؟ ده این شب سرد و این نشه شراب و در مقابل آمیتر یک زیبایی کی باشه که دیوانه نشه؟ آه؟ ایسی یک قاضی او را جزا داده نمیتانستم مجبور شدم که از وظیفه استفا بودم و انتقام نادیه را بگیرم اگه بجای شما کسی دگان می بود همی کارا میکرد شما واقعا یک فرشته هستید لطفا مرا ببخشید خانم خودش رفت
اما فیصله او شخص به عهده ما گذاشت. با بس بازی که ما یک قاضی هستم، اما با کاری که کردیم هیچ افسوس نمی کنم. بله بله در موقعیت هستیم آصایب. بله بله مشنوم. درست است درست است. امر صاحب پلیس خیرت خوب باشه؟ صاحب ای همون شخص است که من قاتل در خانه شماست. سلطان شما؟ ای تو چطور گفته بیدانی که قاتل در خانه است؟ اول خانم شما صدا کنین باز معلوم میشه. چه گفت است پرویز جان؟ خیرت خواست؟ بسیار عجب جالب است. اگر بشنوی خندت میگیره. بیادر من یک قاتل ایج است. شما کی هستین؟ قاضی صاحب بخیالم که مرا نشناختین. من سلطان هستم. آه بیادر در مورد او قتل که صورت گرفته بود میگن که قاتل در میخانه است. پری جان شما یک بار پایان بین. جواب سوال شما را آلو خانم میده. شما مرا صدا کردین؟ یا شما چیز را پرسان میکنم. خانم شما اید نترسین. شما به اینا بگوین که او قتل کی کده بود. ما خیره نمیشناسم. ای کیستا؟ چطور خانم؟ آلی تو مرا نمیشناسی؟ من خو گفتم نه من تو را نمیشناسم. خانم نترس. آمر پلیس همینجاست. حقیقت بگو. تشویش همشیریت نکو. قاضی صاحب ای چی میگم؟ من ای چیزا نفهمیدم. بس کو ای گپای بیموجب بسیار شد. آله بگو قاتل کی هست؟ آمر صاحب گفتن دیگال هیچ فایده نداره. شاید ما ترسو برامد. با ای گپای ببنیادت تو وقت پلیس ازایه کردی. باید از بر تو بسیار زیاد جزای سخت داده شود. آمر صاحب راست میگه. تمام از ای گپای یک مزخرف بود. باید جزا داده شود بر تو. آمر صاحب حتمی جزا داده میشه. امروز نه فردا. مگم با قاتل اصلی. برد یک پایی که دیگر صاحب بلای سابق هم سرت مانده. یکی خواهو مندازی باید ازو پیسه میخوایی. پیسه شراب با مرا موسیقی یارم بکرنه من قاتل در خانه خودتان است. به خاطری که برادر کلانت است او را گرفتار کرده نمیتونی. سلطان در مورد قتل او روز چی گفت؟ سلطان؟ کدام سلطان؟ این نام اولین بار است که من میشنوم. من به نام سلطان کس را نمیشناسم. تو دوبار امروز جدی یک بار دوزن یک بار پلیس ها را کجا بوده بود. او خود دیوانه است. او آدم دروغ میگم. برادرم تو را چقدر تنخوا میدن؟ 4000. چی تو؟ بر تو معلوم نیست؟ گاهی کدام مبلغ زیاد به تو دادن؟ نه خیر. او امروز تو را چی شده که سوال های عجیب و غریب میکنی؟ پری تو واقعا بود برادرم به چشم سر دیدی که فایر کرد؟ پرویز ای تو چی میگی؟ دیوانه خو نشدی؟ مرگز ندیدیم. بی پری چیزی را که تو امروز برای ما گفتی تو مجبور هستی در مکمام جواب بدی. چیزی که اینجا گفتم در مکمام جوابم امی خود بود.
آیا جواب شما درست است؟ جوابی سوال شما رو دادن نمیتونم. اگه سر گپای ما باور نداریم پس از دلتان پرسان کنیم. من ایمان کامل دارم. چیزی را که از تو پرسان کردم تو برام دروغ نمی. شما باور کنیم که برادر شما قتل نکرده. پری، من سر تو چقدر اعتماد داشتم. حالا فهمیدم که تو زمین تصاودا کردی. چرا؟ برای چی؟ یو سند است که تو خدا فروختی. به گفت ما گوش کنی. چی گپ پس هتلی؟ خیرت باشه. آمدم هم قرضا را تسویه کنی. سلطان، پیسای بدر ما بته. بسیار برای توصله کرد. امروز بخواهی نخواهیتت میگیریم. شما خو میفهمین بچه ها که ما به هیچ چیزی حرام پیسه نمیتون. اگر مرد هستین بیاین بگیریم. سلطان، شرابایی که خوردی نخوردی کلش از طاله میکشیم. تره خوبی از ارامم نمیفاره. سلطان، پیسه رو به خوبی بده. اگه نه زنده نمیری. تو دیگه کی باشی؟ او خدای قصد میکنه نیست میکنه. حال ما برای شما پیسه میتم. پیسه به تو میده؟ چیزی که در این مملکت کم از پیسه نامرد. خب یاده؟ خدا چی وقت آمدی؟ نه میان آمدی. چی گپ هست؟ چرا قدر پریشان هستی؟ من امروز در کلان مصیبت بنمانده. مصیبت؟ یعنی چی؟ یاده، من از پیش تک سوال دارم. درجه فرض بلند است یا احساس ها؟ معلوم دار که درجه فرض بلندتر است. اگر تا یک موقع به کزی هر دو یک قربانی کنی باز؟ راست بگو. چی گپ است؟ یک دوست ما افسر پلیس است. او شک داره که بیادرش قاتل است. پیش شما آمده بود که مشوره بکن. تو چی مشوره دادی برش؟ ما هیت مشوره ندادیم. ما آمدیم که تو ما را مشوره بدیم. دقیق، مجرم باید که به جزای خود برسه. اگر او اعدام شود، برادرش مسئول مرگ از او است. زمین از او چی خواهد گرفت؟ همی که او فرض خود ادا کنه، نام از او ثبت تاریخ میشه و او یک نمونه مثال میباشه. بیادر، ما بسیار تعجب میکنم. صداقت و ایمانداری از اجداد ما با ما میراث مانده. تو چطور این مشوره را به او ندادی؟ بیادر، تمامی را میفهم، لیکن در ادای فرض لیکن گنجایش نداره. من ایس وکیل ما وظیفه خود فرض خود همیشه انجام دادیم و در یه عرصه هیچ وقت کدام پریشانی ندیدیم. بیادر، و من حیث یک انسان؟ انسان بسیار ناتوانی ها داره و گاه گاه غلطی میکنه و اگر غلطی از او کدام جرم باشه قانون باید برش جزا بده. اگر تو در محکمه ایتو یک کیس بیاری که بیادر تو مجرم باشه و تو بخوایی کور نجات بدی، میفهمی که من چی فیصله میکنم؟
ما میگم که افسر پلیس لیاقت وظیفه را نداره. آنقدر گناهگار است چقدر که یک مجرم. حال پریشانی دور شد. تو چقدر بزرگ شدی؟ چند وقت پیش انگشت مرا گرفته میگشتی. ما تو را چکر میبردم و تو میگفتی که برای ما آیسکریم بخر اگر ما مکتب نمیرم. آبیدم. بیادر، ما در زندگی برای تو یه چیز نکنیم. بگو، حال برای چی کن؟ من فقط دعای شما را میخوام، دیگه چیز نمیخوام. برو بیادر، دعای من میشم رای کنیم. یک روز آدم بزرگی میشه. سلام علیکم وکیل سر. سلام. وکیل سر، باید شخص دیگه نانش هستیم؟ بله، یه همون شخص هست که ضمانت جواب را کرده بود. تشکر وکیل سر. بله چی؟ عمر صاحب پلیس خدا؟ عمر صاحب به خدا یک هفته است اگر شراب بده دان زده باشم. یه را مشناسی؟ بله یک دفعه چی که هزار بار مشناسم که یه حال جبار را می از من گرفته بود. او بچه نشه خو نیستی؟ نشه که اشتباه کنی؟ هرگز صاحب نه هیچ وقت یادم نمیره. من صدیه قاق قاق مرا داده بود. جبار اینجا امرای تو زندگی میکد؟ آه دمی اتاق بود کدمه. از او کدام چیزی جاست؟ نه صاحب بله هست. میتونم ببینم؟ بله ها چرا نی عمر صاحب؟ عمر صاحب اینی بکس جبار است. بله عمر صاحب، یه همون خط است که وکیل صاحب ضمانت شکده بود. خط بیادر؟ بستی؟ تو هیچگاه مادرت ندیدی نی؟ من پیش مادرت میرم. پدر جان برم پیش مادرم ببر. نه بچه، تو باید اول درسایت بخونی با خیر کلان شوی. من مادرت پیشت میارم. پدر جان چی وقت؟ بچه تو درسایت بخون. حال وقت استراحتت شده، استراحت کن. پدر جان چی وقت مادر من میاری؟ امی که در سایت خواندی حال استراحت کن بچه. پدر جان یک دو بوز بده. حال استراحت کن بچه. پدر جان بخیر بری مادر من بیاری. شما چی میکنید؟
خودکشی خو گناه است. اقلا فکرت به طرف هم دخترت خو باشه. آه بس چرا؟ به خاطر از اینکه غیر از خودکشی دیگه من چاره ندارم. بیادرم کلی چیز خبر شده. تو خو میفهمی بدون شایدی دادن من هیچ کس را جزا دادارم میتونم. اما من هیچ وقت برخلاف تو شایدی نمیتونم. حتی با قیمت جانم هم تمام شده. فهمیدی؟ من میفهمم پری. اما این فیصله را من نه بلکه وجدان من کده. تو میفهمی پری که من برادرم مثل اولاد بزرگ کردم و او چقدر من احترام مداره و چقدر طب من را میخواه. بعد از گرفتاری من او برای مردم دنیا روی خود نشان داده نمیتونه. او پیش مردم سر بلند کرده نمیتونه. با خودکشی کردن شما آیا سر از او بلند خواهد شد؟ نه، باید سر از او خم خواهد شد و تمام مردم میگفت که یک بیادر بزرگ داشت با خودکشی کرد. امر کردین چی مشکل دارین؟ ما به این خاطر آمدیم که برادر من قاتل است. امر گرفتاری از او صادر کن. قاضی صاحب قتل تو باهوش هستی؟ ببین عمر صاحب پلیس، اگر یک افسر پلیس بیهوش باشد وظیفه خود چطور انجام خواهد داد؟ عمر صاحب پلیس، قاضی یک آدم بزرگ از تمام قانون باخبر است. او چطور جرم قتل کرده میتونه؟ این وظیفه ما است که مجرم را گرفتار و به قانون تسلیم کنم. اگر او اعدام شود باز چی میکنی؟ من حیث برادر ای خود تمام زندگی مرا رنج خواهد داد و من حیث یک افسر پلیس افتخار میکنم که با ثابت کردن جرم برادر خود ما پا به عقب نمانده. اگر به جای برادرم، پدرم، مادرم، حتی اولادم هم میبود من میکارو میکنم. بچه ها را آماده بساز که گرفتاری داره. خیالم که چیزه گم کدی او گم شده پیش ما. تشویش نکو، ما تو را فقط کار دارم. تو را اگر میخوایی که امانت تا بگیری پیش ما بیا. آه یک چیزه باید داشته باشی که پلیس یا کسی را خبر کده بودی. با سری دختره که برای چپ میکنم. او دختره کش گناهی نداره. تو هر دشمنی که داری با ما داری. آدرس است. آدرس آدمی آدرس بیا. ما ساعت 6 به دادم آدرست میایم. ما خودم میایم تنها. آه سلطان دو آسمان میپالیدمت در زمین پیدایت کدم. خدا بیاریتم. سلطان دخترک کجاست؟ کدام دخترک؟ بی سلطان اختطاف کردن یک جرم است. قاضی ما اختطاف نکدیم. تو چه ثبوت داری؟ ما تا به حال پلیس خبر نکدیم. اگر تو دختره برای ما پس بیتی در بدلش چی میخوای؟ قاضی ما در قصه پلیس مولیست نیستم. ما انصاف میخوایم. انصاف مقصد تو چی است؟ تو گناهکار هستی، تو مجرم هستی. تو را قانون هیچ چیزی کده نتانست. اما از قانون ما بچ نمیشی. بی سلطان اشتباه میکنی. قاضی تو میفهمی که نادکی بود؟ او خوار ما بود. خواره ما تو را زنده نمیمانم. قاضی تو اشتباهی بزرگ میکنی. سلطان دستایت بالا کو. تکان نخوری پرت و تفنچه تا. تکان نخوری سلطان.
آخرین داستان زندگیت ختم شد. تو در جرم اختطاف و قتل گرفتار شدی. وردار سرباز تفنگچه‌ش. بله، امبولانس. دکتر صاحب، حالت قاضی صاحب چطور است؟ آمر صاحب پلیس، من هم میخوایم شما رو دکتری که قرار بدم. باید برای شما بگویم که قاضی صاحب حالتش بسیار وخیم است. ما دکترها کوشش ناحق را کردیم. خدا شفا بده. جلسه امروز خود را به نام خداوند پاک و یکتا آغاز میکنیم. محترم سارنوار صاحب، صورت احتابنامه مجلس را لطفاً قرائت کنید. جناب محترم قاضی را پیشنهاد می‌نماییم که متهم سلطان را به اتهام حمله مسلحانه بالای قاضی ظلمه و اختطاف طفل مطابق ماده 396 قانون جزای نافذه کشور به حد مجازات محکوم نمایید. بار می است که توسط امین توفنچه فایر شده و جبار هم توسط از امین توفنچه از بند رفته. یعنی که جبار سلطان به قتل رسانده؟ بله، بعد از تحقیقات زیاد ثابت شد. هیچ امکان نداره که غلط باشد. تشکر دکتر صاحب. جناب قاضی صاحب، این توفنچه را ملاحظه کنید. این امین توفنچه است که جبار را به قتل رسانده. سلطان، این توفنچه شماست؟ بله. که از توفنچه که من وقت دیگه فایر کردی؟ نه قاضی صاحب. سلطان گفتم میتونی تفنگچه را از کجا کردی؟ این تفنگچه را از باغ قاضی صاحب ما پیدا کردم. سلطان، نظر به اسناد و شواهدی که وجود داره اثبات میکنه که تو با همین تفنگچه جبار کشتی و تو با همین تفنگچه خواست ظلمه زخمی کردی. قاضی صاحب، این دروغ است. ما جبار را نکشتیم. معلومه را بخواهیم برای ثابت بشه که قاتل کیست. کدام معلومه؟ معلومه که دخترکش درس میده. متهم سلطان، اگر خواسته باشی میتونی برات وکیل بگیری. قاضی صاحب، من به هیچ وکیل ضرورت ندارم. من خودم وکیل خود هستم. من خودم اقرار میکنم که من قاضی صاحب کده مار میزدیم و من خواستم بکشمش. درست است که جبار به قتل رسانده. اگر کس بجای از او میبود امی کارا میکرد. او به عزت خوار تو بازی کرد، چون که خوار تو خانم قاضی صاحب بود. آبا خدا، من چی گناه بزرگی کردم؟ پس این گپا را جبار همشه دروغ گفته بود؟ بله، سراسر غلط بود. او یک انسان فریبکار بود. خدا را هزار بار شکر که قاضی صاحب زنده است. قاضی صاحب انسان نه، بلکه یک فرشته است. من میخواستم که یک فرشته را بدنام کنم. اگر میمرد بهتر بود. برادر از او تمام گپا را فهمیده. اگه ما شاهدی بودم تمام دنیا خبر میشه. دخترک از اون خبر میشه. کو خوارزاده تو میشه. تو چی میگی؟ او خوارزاده بس. ناصر. بله سر. دخترک چطور است؟ خوب است فرزاد. او خوارک معلم صاحب چطور است؟ اونام شکر فرزاد خوب است. یه خوشخبری دارم براتون قاضی. چی؟ قاتل اصلی جبار سلطان است. چی؟ بله سر. خودش در محکمه اقرار کرد. نه. نه. این امکان نداره. بله سر، گناه خودش در محکمه اقرار کرده. وجدان ما قبول نمیکنه. به خاطر جرمی که ما کردیم یک بیگناه اعدام شوه. این امکان نداره. پس نظر به اسناد و شواهد و اقرار خود متهم سلطان، محکمه حکم خدا صادر میکنه.
قاضی صاحب زلمه برتون اجازه از داخل محکمه شوید. بیادر شما ایجا؟ دکتر خوش شما را گفته بود که استراحت کنه. من مجبور بودم که بیامدم. یک روز اشتباه کده قانون به دست گرفته بودم و حالا میخوایم که من خود تسلیم قانون کنم. جلالت‌نات قاضی صاحب، تمام گپای ازی دروغ و بی بنیاد است. قاضی صاحب شما چی موضوعات اضافی دیگه دارین که میخواین قضیه رو در این محکمه روشن‌تر بسازین؟ بله قاضی صاحب، به محکمه معلوم نیست که جبار ما کشتیم. قاضی صاحب اینا دروغ میگن، نمیفهم به خاطر چی این کارو میکنن، چی مطلب دارن؟ جبار تو به قتل رساندی؟ آه ما گفتیم این معامله شخصی خودم است، این مربوط به تو نیست. جبار ما به قتل رساندیم. جلالت مآب قاضی صاحب، این باید ثابت بسازد که جبار چرا به قتل رسانده. قاضی صاحب تو ثابت بکو، ما خود به گناه خود اعتراف کردیم که ما کشتیمش. جلالت مآب قاضی صاحب، اگه اجازه شما باشه ما از معلمه صاحب خواهش میکنم که در عقب پنجره شهادت تشریف بیارن. اجازه است محترمه معلمه صاحب پری میتونن ببین شهادت. معلم صاحب شما یک معلم هستید و تماما شاگردایتان با راستگویی و صداقت تدریس میکنید. بر از حاضرین و قاضی صاحب راست بگوین، آیا در زندان به دیدن سلطان رفته بودی یا نه؟ در زندان به دیدن سلطان رفته بودی یا نه؟ ها رفته بودم. شما خو با سلطان کدام شناخت نداشتین؟ پس چرا دیدن از رفته بودید؟ ما جواب سوال شما رو دادن نمیتونم. از این معلوم میشه که سلطان قتل به سر خود گرفته، اما تو خو مرا در جریان قتل کردن جبار دیده بودی. من دیده بودم. جلالت مآب قاضی صاحب، از این راز غیر از این کسی دیگه خبر نداری؟ نه بیادر، تو ما را تنها مانده نمیتونی. پدر جان تو گفته بودی که مادر نمیانی.
دادم قاضی صاحب لطفا مرا ببخشید. پدرجان تو گفته بودی که مادر من میاد تام رو ای دل مرا سوی خطر گر می روی لرزان مباش گر می روی از دشمنان ترسان